اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد.
محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Thank you.
محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آقا آمدن خواستگاری دختر ما، جوانی داره میره خواستگاری دختر خانم، چه برای پسر چه برای دختر، بر هر دو واجب هست از نظر اخلاقی و تا حدودی فقهی. دقت بکنید، حالا میخون. برای یک آقا و خانوم هم که میخوان ازدواجی مجدد یا به هر دلیلی میخوان داشته باشن، عرض کردیم شوهر مرده، همسر مرده، یا طلاق گرفتن، مطلقه هستن، میخوان برن مجدد ازدواج بکنن، اونا هم باید همین مسیر رو طی کنن، هم آقا هم خانوم، یا تحقیق مستقیم بکنن یا غیر مستقیم. تحقیق مستقیم چیه؟ تحقیق مستقیم اینه که خانوم یا دختر خانوم، خودش یا بالعکس آقا پسر یا اون آقا، میخواد خودش مستقیما از طرف تحقیق بکنه، در جلسه ای رو در رو این کار انجام بده، یا خودش بره دنبال این که این فرد چی کار است. حالا میگیم به چه صورت تحقیق باید انجام بگیره، با اون روش های تحقیق بره دنبال تحقیق کردن، ببینه این آقا یا این دختر خانوم ببینه چی کار است، هر کدومشون. اینو میگن تحقیق مستقیم، خودش میخواد اقدام کنه. در تحقیق غیر مستقیم اینجور نیست، اینه که این آقایی که میخواد داماد بشه یا اون خانومی که میخواد عروس بشه یک شخص ثالثی، دقت بکنید، یک شخص ثالثی که آدم مریض القلبی نباشد، موثق و معتمد و مورد وثوق باشد را پیدا بکنه، آدم دینداری باشه، پیداش بکنه، بگه آقا شما برو، برای این که من میخوام بدم این فردی که اومده خواستگاری دختر ما چه جور آدمیه، این فردی هم که مثلا اومدم ما میخوام بریم عروس بگیریم برای پسرمون، خانواده عروس چه آدمی هم، چه این طرف چه اون طرف، درست؟ برو شما برای ما تحقیقی بکن، بدون این آدم خیرخواهه، نه اینکه این آدم موثقی که پیدا کرده با اون خانواده خودش یه لجاجتی داره، کینه ای یا کدورتی از اونا به دل داره، وقتی بهش میگه برو اونجا بگه باشه باشه من میرم، بره کلکی برگرده بیاد بله اینا به درد شما نمیخورن، یا یه چیزی از خودش بسازه بگه به خاطر کدورت شخصی که با اون خانواده داره، چه برای مردش چه برای زنش. نه، اینجا باید دقت بکنه انسان.
در تحقیق غیر مستقیم باید این دقت ها را آدم بکنه. بهترین تحقیق چیه؟ بهترین تحقیق تحقیق دو جانبه است، یعنی هم مستقیم باشه هم غیر مستقیم باشه. حالا شما من تا بقیهش هم بهش برام ممکنه بگیم بابا یه زن میخوایم بگیریم ما، یا شوهر میخوایم مثلا بکنیم ما، چقدر درد سر داره، بیا بگیم بریم سر زندگی دیگه. یه وقت شما میخوای پیرن بخری، کت بخری، شلوار بخری، میخری میای، بالاخره یارو انقدر زبون بازه که باید میگه بهت میندازه، به قول معروف بهت انداخت و میای میگی آقا این شلوار رو نمیخوره، میگه قول میدیم بچه داداشو میبوشه، میدیم مثلا نمیدونم خارزادمون به تن میکنه، میدیم مثلا به یکی که احتیاج داره اونم صدقه میدیم، تموش رفت خیالت راحت شد. ولی زن رو اگه گرفتی یا اگه شوهر کردی که اینجوری نیست که میدیمش به خارزادمون که، یا میدیمش به برادرزادمون که، موندی حالا چارچنگول که اینه چیکارش بکنی. اونجا دیگه راه برگشتت بسیار مشکله، بعد تبعات منفی داره. اینجا باید دقت بکنیم که وقتی میگیم تحقیق هر دو جانبه اگه باشه بهتره، هم مستقیم تحقیق کنیم هم غیر مستقیم. واقعا برای ازدواجمون یه وقت اینجوری بذاریم، انقدر وقتی هم نمیگیره ها، دست از تنبلی برداریم، ارزش خودشو داره. اون وقت اون نتایج مثبتش انشالله به ما عارض خواهد شد. اما عوامل مؤثر در تحقیق که خیلی ها میپرسن ما رفتیم خواستگاری چی بگیم تو مجلس خواستگاری، چی کار باید بکنیم؟ این نشسته رفته تو مجلس خواستگاری، اون دختر خانم اومده نشسته، حالا مثلا در ایران رسمه که مثلا میان چای میارن، مثلا چند تا چای میارن، مثلا میگیدن اینجا حالا اگه چایی رو نریزه رو این بنده خدا، اگه نمیدونم مثلا چی نشه نم فلان، یه پرتقال هم مثلا میارن مثلا جلوی میوه میارن فلان. این پسره که نشسته از اول همه فکرش اینه که چجوری این پرتقاله رو پوست بکنه، چون پرتقالی که میوه های بد پوسته و بدخوره و تو مخزن جمع آدم نشسته و یه بنده خدایی بودی وقت توی مجلس خواستگاری رفته بود، اینا همه نشسته بودن، این حالا به قول معروف پدر عروس خانم بود و اینا، این طفلک این پرتقاله از این پوست نازکا بود که آب فراوونی داشت، این دید هر کاری میکنه چی نمیشه، ناخونش گذاشت وسط این پرتقال، اومد چی کنه، ناخون رفت، ناخونش تیز رفت تو پرتقال، آب پرتقال پاچید تو چش این پدر عروس. این یک نگاه غضب‌آلودی به این کرد، من گفتم کار این تمام شد، رفت بنده خدا، همون خوش گفتم به من پرونده قضیه رو پشو تموم کن کارو، بیا کنار تا بعدن، حالا این انا تو بره معالجه کنه چششو، عرض به خدمت مخارجش اینا رو فعلا دیگه برات نبرن پزشک قانونی، نه اون وقت دیگه بحث دیگری است. آخه مرد حسابی، حالا این پرتقال خوردن داشت تو این مجلس، توپ بخوری حالا پرتقال خوردن چی بود آخه، آب رو ما رو بردی، یا مثلا براش نام انار آوردن مثلا، حالا این ویرش گرفته ویار انار پیدا کردی انار بخوره، انار نمیخواد بخوری، حالا بیشینه دقیقه بابا جان اینو دیگه. حالا تو مجلس خواستگاری این رفتن این براش میوه آوردن و نام مثلا چای آوردن و عوض این که به کارهای مهمتری بپردازیم، اونا هم اصرار کرده این مثلا خواسته بخوره. حالا البته این هم یک بحثیه که انسان که اگر با شناخت نسبت به این قضایا جلو بره، هیچ عبایی از انار خوردنم نداره، از پرتقال خوردنم نداره، از نمیدونم لیموشینی خوردنم هیچ عبایی نداره، هیچ ترسی نداره. انسانی که اعتماد به نفس داشته باشه هیچ ترسی از این حرف رو نداره، و این خیلی مهمه اول زندگی. من بهتون عرض بکنم این مطلب. حالا بگذاریم عوامل مؤثر در خواستگاری و در این تحقیق که گفتیم چیه؟ چگونه باید تحقیق کرد؟ من چند تا رو نوشتم برای شما عرض میکنم، بزرگترهای ما حتما این رو انتقال میدم به جوانایی که واقعا نیاز دارن. حالا جوانی هم از شما نپرسید که من مثلا چی بگم، شما روی کاغذ ثواب داره این کار، فضیلت داره، بنویسید بهش بدید، محض رضای خدا این کار رو انجام بدید. یکی از عوامل مؤثر در تحقیق و در جلسه خواستگاری تهیه یک سری سوالات هست. اینو همیشه بدونین که سوال کردن از طرف مقابل خیلی چیزها رو روشن میکنه، اینو حتما دقت بکن، ولی طرف باید کار بکنه تو این زمین. نحوه سوال کردن خیلی چیزها رو روشن میکنه. شما 10 تا سوال بنویس که
مثلا دارم میگم بعضیش بعضی دیگر رو نقض بکنه یا بعضیش متضاد هم دیگه باشه. وقتی از طرف میپرسی مخصوصا یه خودم سرعت بدی به سوال پرسیدن و به پرسش هات، بنویسی جواب ها رو، نه اونجا در جا بخوای که تحلیل بکنی، چون کمتر کسی هست در جا تحلیل بکنه. خود بازجو هم اینه که مینویسن جواب ها رو. سوالات رو بنویسی، جواب ها رو بگیری و بیاری در بیرون طی یک زمان خوبی که ذهنت خوب کار بکنه، به قول امروزی ها آنالیزش بکنی. آنالیز یعنی تفکیک کردن، معدل گیری کردن که این سوالو کردیم جوابش چی بود، پس چی میتونه باشه، تحلیلش چیه. اگه خودمونم بلد نبودیم به یک کسی که در این زمینه ورود داره مراجعه میکنیم، میپرسیم، میگه آقا ما این سوالا رو کردیم، پاسخا رو ما دادن، شما چی میفهمی از این پرسش و پاسخ؟ نتیجهشو بنویس. به یه نفرم قرائت نکن، دو سه نفر بپرس، بنویس. به هر حال از سوال و پاسخ خیلی چیزها به دست میاد. چندی مورد بوده اینا رو عرض کردم. این دقت رو داشته باشید، سوال خیلی مسائل رو روشن میکنه. یه بحث، حالا من میگم بخوام برم توش خسته کننده شاید بشه، مصرفی هم اینجا نداره. دوم، تحقیقات محلی شامل محل کار، محل تحصیل، اطراف منزل، مسجد محل، اگه مسجد تشریف میبرن، یا مکان فعالیت‌های فوق برنامه او، مثلا تو بسیج فعالیت میکنه، توی نمیدونم فلان ستاد فعالیت میکنه، تو فلان نهاد، تو فلان مؤسسه قرآنی فعالیت میکنه، میره انسان راجبه این تحقیقات میکنه راجبش، یا مستقیم یا غیر مستقیم. این هم دوم. سوم، تحقیقات از افراد هست، شامل دوستان داماد. دوستانم دو گروه هستن، اینو حتما به ذهن داشته باشید، گروه موافق، گروه مخالف. ما هر من که اینجا نشستم هم موافق دارم هم مخالف دارم. شما وقتی بخوای منو بشناسی باید از موافق من سوال کنی، از مخالف منم سوال کن، ببینیم موافقا چی میگن، مخالفا چی میگن. وقتی آنالیزش بکنید، مگه آدم مثلا خیلی معذرت میخوام خنگی باشی، وگرنه خواهی فهمید که آقا این وقتی موافقا اینو میگن، مخالفا اینو میگن، کدوم راست میگن کدوم دروغ میگن. حالا عرض کردم این فقط برای ازدواج نیست، برای هر کاری همینطوره. تحقیقات از دوستان داماد یا دوستان عروس، مخالفین و موافقین او. تحقیقات اگر این خانواده عروسی دارن، از عروس این خانواده حتما تحقیق کنید. عروس ها با یه دیدی میان توی خانواده وقتی جایگیر پاگیر هم که میشن، مخصوصا یک انتقاداتی همیشه دارن، ولی شما بنویسید انتقاداتشون، بنویسید یواشکی هم، واقعا هم امانتدار باشید. فرمایش امام باقر در اسلام یادتون نره، دینداری به امانتداری است. امانتدار بشین، از عروسه تحقیقاتو نگیرید برید کف دست مادر شوهرش بزنید، زندگی اونا رو هم بریزین به هم دیگه، هنو خودتون ازدواج نکردین. امانتدار باشین واقعا. از دامادهای اون خانواده، از اساتید این فرد اگه احیانا دانشجوست یا توی حوزه است یا هر جا هست، از شاگردانی اگر داره از شاگردانش تحقیق بکنید، باز هم گروه مخالف گروه موافق. اگه کسی مخالفت کرد به مخالفتش بسنده نکنیم تو تحقیقاتمون، تا زمانی که موافقی نیست پیدا بکنیم بیاریم معدل بگیریم. معدل به ما چی میگه؟ خب چهارم، جلسه حضوری است. در جلسه حضوری اسلام خیلی حرف هام برا زدن داره، من وقت ندارم به شما بگم، فقط بهتون میگم وسائل و شیعه باب مقدمات نکاح یا مستدرک وسائل همین باب مراجعه بکنید. اونجا ببینید از پیامبر، از ائمه چقدر حدیث آوردن. شاید ما برسیم بعضیش اینجا برای شما بخونیم. میفرماید شما تو مجلس خواستگاری رفتی، اونجا به جای اینکه بشینی سرت انداختی پایین، خواهد که میخواستی سرت مزی پایین، برای چی اومدی اینجا؟ اینجا آمدی؟ حالا اینجا که نباید خجالت بکشه، نباید حیا بکنه، نباید مثلا چی بکنه، باید اعتماد به نفسش بشه، سرش پایینه، اونم بعد میگه آقا بفرمایید چایی همشون کن. خیلی ممنون، بزنین خواهر اینجا و بدین.
خدا ذلیلت بکنه با این خواستگاری کردنه. آخه این چه خواستگاریه که تو داری میکنی؟ شما میخوای که طرف رو ببینی و بپسندی. اینجا ببینید احادیث ما چقدر داریم که اگه بتونیم بیان میکنیم. طرف رو خوب ببین، پیغمبر فرمود خوب ببین. اینجا از جاهاییست که اسلام اجازه داده تو طرف رو ببینی. حد اقل اقل که همه فقها روش نظر دارن تا اونجایی که من تحقیق کردم وجه و کفین هست، خوب صورتشو ببین بپسندی. اگر مهرش به دلت ننشینه هیچ فایده ای برای این زندگی نیست، اصلا دو ریال نمیارزه دیگه، اصلا مراحل بعدیشو نمیخواد بری جلو. اون ناصرالدین شاه اومد تو جبهه گفتش که فلون فلون شده، چرا شلیک نکردید دشمن حمله کرد و این منطقه رو از دست دادیم؟ گو قربان به هزار و یک دلیل، گو یه دونه شو بگو ببینم، گو فشنگ نداشتی، گو هزار تا دیگه شو نمیخواد بگی، همین کفایت از اون هزار تا میکنه. من اومدم زندگی تشکیل بدم، همین چی میکنه؟ خب همه چیش خوب بود، خیلی عالی، خیلی جالب زندگیشون، همه چیش خیلی عالی، به درد ما خیلی میخورد. اونا میگه خب مبارک باشه، فقط چی؟ فقط من مهرش به دلم نشست، احساسی بهش ندارم. اصلا کفایت از همه اونها میکنه، هیچ فایده ای ندار، دنبال این زندگی رفتن پیش به درد نمیخورد. مهمتر از هر مهم اینه که در بد و ام مهر طرف به دل شما بنشینه که اون لیسکنو ایجاد بشه تو سوره مبارکه روم، وگرنه به درد نمیخوره. فرمودن که خوب نگاهش کن، دخترم خوب نگاه کنه به این آقا. دختره اومده بعد از ازدواج همچین میکنه، من نمیدونستم انقدر وسط سر این کچله، پا تو به کجای نگاه کردی آخه؟ پا تو چی رو دیدی تو مرسه خاصه کاری؟ آره من الان دیدم که انقدر این وسط سرش موهاش ریخته خالیه، من چه میدونستم اینجوری؟ الان نگاه میکنم اینا نمیتونم با آدم زندگی کنم. آخه من چی بگم به تو؟ تو مجلس خواستگاری برای این گوشن که تو خانوم قشنگ این آقا رو نگاه بکنی، خوب خوب نگاهش بکنی، چش از این ور نداره، ببینی اصلا میپسندیش اینو؟ آقام به خانوم همینطور. بعد فرمودن که ازش بخوام مثلا برو آقا دستمال کاغذی بیاریم بی زحمت بر من، یا اگه شد یه چای دیگه برام من بیاری. ببین راه میره، اصلا راه رفتنش رو تو میپسندی؟ میپسندی تو یا نه؟ حرکات دستش، حرکات صورتش، من خیلی جالبه برای شما بگم، از نظر روانی تمام روانشناسان هم اینو متفقن، خود حرف زدن رو خیلی جالبه، چه زن چه مرد. فلان زن همچی میکنه، اخ اخ اخ. یکی من دیده بود در یه جایی محل کاری بود، محل کار اون بود، من دیده بود یه خانومی گفتش که چخش، یه چیزی پرسید من پاسخش رو بشتم، گفت چخش شما وحشتناک حرف میزنی، خدا به دور، خدا به دور. راست میگه، ما حقا به اون میدیم، نه از اینجا که وحشتناک حرف میزنیم. طبیعت انسانها چه زن چه مرد اینه که یک کسی از مردی خوشش میاد که این همه شاعرانه صحبت کنه، سلام حال شما خوبی، یکی میگه اه اه این چه صحبت کردنیه، خوشش نمیاد. واقعا هست، روانشناسان همه اینا رو تایید کرد.